میان برنامه کوتاه داشتیم بیننده های عزیز و دوباره هم برگشتیم در ادامه برنامه در امتداد روز با هم در خدمت شما قرار دارم امید است که این بخش از برنامه ما را همچنان تا لحظات پایینیش دنبال بکنین و از معلومات خوبی را که امروز در این بخش از برنامه با موضوعی که انتخاب کردیم گنجانیدیم براتون تقدیم میکنیم شما هم برنامه ما را ببینین و بخصوص این بخش از برنامه ما را و بیشتر کش بکنین که معلومات شما را بیشتر بسازین خب دوستان عزیز فعلا مهمان ما در برنامه تشریف آوردن و در رابطه با موضوعی انتخاب کردیم صحبت رو بخواد داشتیم و آقای دا البته دکتر صاحب عبدالرب ظاهر هستن که فعلا در برنامه تشریف آوردن و روی موضوعی که میخوایم صحبت بکنیم که اینا خودشان رئیس سازمان جوانان متحد افغانستان هستن و همچنان فعال مدنی هستن و ما هم خواستیم که در رابطه سازمانشان بیشتر صحبت هایی را داشته باشیم اما قبل از همه چیز سلام خدمت دان و بخیر سلامت باشن سلام خدمت شما خدمت دستن در کاران و عزیز تلویزیون آینه جا دارد که ماه مبارک رمضان را بر تمام مسلمانان روی جهان و به خصوص مسلمانان افغانستان تبریک و تهنیت عرض سپاس سلامت باشین ما هم در ضمن ای که ماه مبارک رمضان را برتون مبارک باد میگم میخیم که اولین پرسش را همچنان آغاز بکنیم که شما رئیس سازمان متحد افغانستان که هستین چند مدت میشه که شما این سازمان را تأسیس کردیم و به صورت عموم اگر بر ما بگوین که از زمان فعالیتش چقدر زمان میگذره خب سازمان جوانان متحد افغانستان بیشتر از دو سال است که تأسیس شده و کارهای را به شکل گروپی جوانان انجام میتن به خاطر دست گرفتن جوانان دیگر کسانی که نمیتوانند خود را بلند بسازند آن کسانی که میتوانند دست یک جوان دیگر را بگیرند و با یک هدف و ایده ای که توانند بر جوانان دیگر کمک کنند کار میکنند و این مجموعه ما جوانان دست به دست هم داده و بالای یک مفکوره و یک ایده و یک هدف پیش میریم تا بتانیم دست جوانان دیگر را بگیریم و برایشان کمک که بکنیم خب طبعا شما زمانی که یک سازمان را تاسیس میکنین قبل از قبل یک هدف را همچنان اهداف خاص را میباشه که در ذهنتان میپرمانانین و میخواین که روی همان اهدافتان اه، سازمانتان هم همچنان زمانی که تاسیس میشه پیش بره و پیشرفت بکنه هدف اساسی شما از تاسیس سازمانتان چی بوده؟ هدف ما قسمانه که از نام شوایدا هست ما میگیم سازمان جوانان وقتی که ما جوان میگیم این واضح هست که ما دیگه نباید هدف خاص کار کنیم فقط هدف ما روی کلی جوانان است بله. برای کمک برای جوانان و چطور میتونیم یک خدمت را برای جوانان کشور ما بتانیم انجام بتیم و از می طریق سازمان ما هدف را که داریم فقط هدفش بالای جوانان فوکسش برای جوانان و چطور میتونیم زمینه های کار زمینه های تحصیل و همچنان زمینه های رشد و پیشرفت جوانان را در کشور فراهم بسازیم بالای از این ما هدف کلی ما بالای ازی است که ما بله. چقدر میتونیم دست جوانان را بگیریم ما هدف خاص نه هدف سیاسی داریم که ما بدش مثلا چند وقت بعد خود را کاندید ریاست پارلمانی کنیم یا شورای ولایتی کنیم یا ما بری کار نمی کنیم اصلا هدف ما روی جوان است پرورش جوان است چون که ما امروز یک جوان کشور هستم میدانم که جوانان ما در چی حالت قرار دارن و چقدر با درد و رنج آنها دست و پنجه نرم میکنن و من مسئولیت ما این است که هر اون قدر که از دست ما بیاید باید بر جوانان کار کنیم خدمت کنیم حداقل دست یک چهار جوان را بتانیم گرفته که تا این چهار جوان چهار جوان دیگر را دست چه بگیره و دست به دست هم داده همه ما استاد شویم و این واضح هست که تقریبا 60 فیصد افغانستان را جوانان تشکیل میدهد جوانان یک کتله از این یک کشور است وقتی که اگر ما بخوایم ج... اگ... هرگاه بزرگان گفتن که ارگا میخواین یک کشور را ضعیف بسازن اول فرهنگش ازش بگید دوم جوانانش قشر جوانانش ضعیف بساز وقتی که قشر جوانانش ضعیف شود ما نمیتونه کشور ترقی پیشرفت کنه و ما هدف ما است که ما با ایده بلند برای جوانان نسل آینده برای جوانانی که کار کنیم و هدف دست به دست هم رسانده و بتانیم که در روی پرده سیاسی روی قدرت سیاسی حداقل باشیم که ما برای سیاست برای حکومت نشان بدیم که ما هم هستیم جوانان هم کوشش میکنه که در این حکومت رول و امون نقش خود را بازی کنند بله خب جناب ظاهر زمانی که شما این سازمان را تاسیس کردین کی شما را حمایت کرد که پشتیبان شما بود و آیا پشتیبان یا حمایتگر هم داشتین یا که خودتان از استعداد خود و توانایی خود استفاده کردین خب اصلا ما خو را شخصا بر خود اجازه که بگم می تمام استعداد است و من کار کرده ما را چون که ما کتله از جوانان وقتی که ما شش تیم چند جلسات را ما اصلا ایدهی کار می کردیم. قسمان کار می کردیم ما زیر یک چتر نبودیم چند جوان که اندک بودیم که می صحبت می کردیم که خب ما اینی کار می تو اینی کار می خودتی کار می خیلی یک که تست بدست هم داده اگر تو مثلا یک جوان ما هست با یک پانتون دانشگاه روابط خیلی نزدیک داره اصلا از دوستایش هست یا یک روابط سمیمیت داره او میگفت من چند جوان میتونم روان کنم برون همین طور همی باعث شد که ما یک انگیزه که بیاییم که سر یک چتر با یک هدف کلی پیش بریم کار کنیم برای جوانان دیگه ما که تقریبا ما در این سال که آغاز شد ما تقریبا 400 یا 500 جوان را بر محسط تحصیلات عالی خصوصی ما با یک تخفیف کاملا ویژه و تشکری از پانتونای خصوصی که با ما همکار هستند با تخفیف کاملا ویژه ما اونجا ما فرستادیم که تا بهرمند از اون تحصیل خود شوند و بعدا دوستای دیگر ما که جوانان هستن با اده اده ایده ای کار میکنه اصلا با ما ام ام مادیات مفهوم و معنای ندارد که بگیم چند میتر چند میشه ای به ما مفهوم نداره ایدهی دست چند جوان نگرفتیم چرا که امروز اگر من استاده هستم فردا او جوان ما استاده می باشه امروز اگر من دست از او رو بگیرم او فردا و دست برادر رو میگیره بله. از خواهر ما میگیره پس این ایده است و این هدف ماست که ما میتونیم بالای از این سازمان کار کنیم و جوانان را رشد بتیم تا بتانن از تحصیل کار برخوردار شوند بله. خب شما به عنوان کسی که در رأس سازمان جوانان متحد افغانستان قرار دارین و زمانی که تأسیس کردین و فعالیت‌های خوبی را داشتین میشه بگین که شما چقدر پیشرفت را کمایی کردین تا اکنون و فعالیت‌ها و دستاوردهایی که از طریق سازمانتون داشتین میشه که بر خب ما بیشتر معلومات بدین خب ما دستاوردهای را, را شخصا دستاوردها را خاصا ما مطلق بر خود نمیگم چرا که ما جوانان همه کار میکنیم این دستاورد وقتی که اگر ما حیث یک کوچکشان دست آورد را به دست دیارم و میگم ای از بزرگای ما، چون که کسایی هستن که خیلی آنها سامت میکشن اگر ما در رأس قرار داریم ما هیچ وقت نگفتیم که ما در رأس هستم رئیس ما هستم و ما پایین رئیس گفتیم ما زیر دستای از واسطیم چرا که اصل کارا و آنها میکنن آنها همه کارو میکنن کسایی هستند که باید قدر و احترام شوند من حیث یک جوان و من حیث یک کسی که اینجا فعالیت میکنه درباره جوانان ما دستاورده خوب داشتیم مثلا در سال گذشته ما تقریبا خیلی تقدیر شدیم به خاطر همین که جوانان را خیلی را از تحصیل برخوردار ساختیم با یک فیصدی ویژه چون که بزار است میفهمند که جوانان ما امروز وقتی که جوان میشن با خیلی مشکلات دست و پنجه نرم میکنن یعنی وقتی که جوان شد در خارج گس ما اگر روی از موضوع دور نریم در جوانان افغانستان که و در خارج که مقایسه کنیم خارج وقتی که یک جوان میشه بر او خانه نان و خانت خوراکا مسارف. و یا بله میگه شما درس بخوانید و در افغانستان برعکس وقتی که جوان میشه او را میگه برو کارم درس درسم بخوان خیلی مشکلات هسته بله. اینمی مشکلات دامن ازی میشه ما خواستیم که اینمی مشکلات رفت بسازیم یک کمی کمتر مثلا م... پانتونار خوصی خیلی با فیس بلند یک جوان را جذب میکنه. ما یک رابطه اندک را میان آنها شدیم که بتانیم یک پل میان امی جوانان و امی دانشگاه که بتانیم از این طریق از سازمان فیس یعنی اگر ما دراغوی نشیم تا 90 فیصد 80 فیصد،, فیصد را هم کاهش دادیم یک جوان را فیسش که تا 80 با کل اندک می درس خود را بخونه و دومی که ما پلانای های استراتیجی داشتیم که در باره مواد مخدر جوانان که با مواد مخدر رو بردن بر از اون ما پلان های استراتژی که تا فعلا هنوز عملی نشده چرا که یک پلان نیست که امروز دو روز و سه روز و پنج روز را در بر بگیره این یک پلان است که تقریبا سالها ها را در بر میگیره که در عموم که ما چی کارهایی را با کدام میکانیزم با کدام سورس یا اون منبعی که هسته تا کی ما را سپورت کنه اگر ما دری ما مجبور هستیم که یک سپورت مالی هم داشته باشیم ما زیر دست داریم این پلان ها را هم از قشر بانوان ما هم از قشر زکور ما میتونه کار به دست هم داده و ما نه تنها اگر ما جوان گفتیم که جوان تنها طبقه آقایان بگیم این نیست که ما بگیم در عموم که ما گفتیم از ما بانوان هم هست آقایان هم هست و من معتقد به که توانایی دبانوان بیشتر از آقایان است این ما شخصا خودم میگم از دائما گفتیم چرا که حقوق بانوان امروز یعنی خیلی یک یک نقش برازنده ای را در کشور بازی میکنه بانوان ما. و چون ایرا بعضی کسا خیلی نادیده میگیرن و دائما جنسیت پرستی را که میکنن میگن والا تنها آقایان است مگر نه بانوان ما تماما کار میکنه تماما زحمت میگشه و قدردانی ازشان کردیم دائما که شبانه روزی زحمت میکشن با ما دست به دست هم دادد تا روی یک هدف کلی پیش بریم بله خب شما در رابطه با تدریس صحبت کردین میشه بگین که تدریس فعلا با کدام شیوه پیش میره و بیشتر کدام مضامین تدریس داده میشه خب ما شخصا که خودم بگیم ما ده سال مکمل من خودم استاد بودم من زبان انگلیسی را تدریس می کردم ده سال که از خیلی سن خورد من شوق علاقه داشتم بر تدریس و تدریس کردن تدریس و امروز یعنی خوشبختانه یک ویژگی خاصه که در تدریس به وجود آمده انقلاب تکنولوژی در تدریس است سابق اگر ما تدریس می کردیم تنها یک چپتر بود و یک کتاب بود امور رو روی سم می آمدیم و تدریس می که امروز با سلاید است و با کامپیوتر است و با اینترنت است و با موضوعات کاملا جدید است تدریس می شه و همچنان این جوانان که میرن تدریس در های خصوصی می کنند ما امروز می یک حرف را که در برنامه بگیم این است که فرق بین های خصوصی و دولتی اصلا نیست اگر یک جوان ما ما معتقد بر این استم که یک جوان اگر درس بخونه در درس بخونه اگر در روی میدان هم یک معلم برش ببری اگر بگه درس اونمو درس پندون خودم در میدانی یا میتانه خوانده در یک دشت رام میتانه خوانده اگر یک کسی که درس نخونه پانتون کابل را چی که بانده در آکسفورد لندن هم ببریمش او درس خود را نمیخونه پس اینجاست که تلاش خود جوان را با ما نشان میده که باید یک جوان ما تلاش کنه اگر چی ما شاید از این نبودیم که در پانتون کابل بعض جوانان میگه که پانتون کابل بله. ظرفیت نداره پانتون کابل پنتون کابل اما قدر ظرفیت جذب و جلب مسئلین تا رو که اندک است و وقتی که پانتون کابل ما میگیم پانتون کابل یا پانتونان خصوصی تماما در یک سطح پیش میره اگر بلد. او اساتیدی که در اونجا میخونه در اینجا تدریس میکنه در اونجا تدریس میکنه دیگه متفاوت یا تفاوت بینشان نیست سلامت باشین فقط خیلی کوتا بر ما پلان ها و برنامه های بدیتان آن رو بگین که برنامه بدیتان آن از طریق سازمان جوانان متحد افغانستان چی است خب پلان های ما پلان های خیلی روی دست داریم که پلان های ما عبارت از بورسی های تسلیه است داخل کشور خارج کشور از دوم امی قبلا هم فرمودیم که جوانان که به مواد مخدر رو میاره ای است و دیگر پلان هایی است که ما شبان روزی بالایش کار میکنیم و تا بتانیم امی مسئلین به دوره ماستری یا دکترا بتانیم بفرستیم به پانتونای خصوصی کشور و همچنان خارج از کشور خیلی عالی امید است که همیشه وقت موفق باشین و سپاس از این که حضور پیدا سلامت باش سپاس از شما و تشکر از برنامه تان که دعوت کردند در برنامه زیبای تان خب و دوستان عزیز میان برنامه خیلی کوتاه داریم و در لحظات بعد با ادامه برنامه در امتداد روز با ما همراه باشیم